سلام دوستان، من مسعود هستم و اینجا کانال ما در شو اس هستش. من یه ویدیو ساختم در مورد ثبت نام لاتاری که خیلی دوستان استقبال کردن، ولی تو کامنت ها از ما میپرسن یا به صورت مستقیم که با موبایل هم میتونیم ثبت نام بکنیم یا نه، و خیلی درخواست کرده بودن که من اون یه ویدیو هم بسازم برای ثبت نام از طریق موبایل. این ویدیو در مورد ثبت نام لاتاری 2024 هست از طریق موبایل که من روی وبسایت مجدد نشون میدم بهتون داخل موبایل که چجوری میتونید برای این لاتاری ثبت نام بکنید. اما قبل از اون، اگه این اولین بار هستش که از ویدیوی از کانال من دیدن میکنید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیو جدید من جا نمونید. علاوه بر اینها خوشحال میشم که تو پیج اینستاگرام، گروه تلگرام و کانال تلگرام که آدرسش این پایین هستم، شما رو همراه خودم داشته باشم. بریم روی موبایل تا براتون کامل توضیح بدم که چجوری باید ثبت نام بکنید. خب دوستان، برای ثبت نام از طریق موبایل برای لاتاری، اول باید صفحه اینترنت رو باز بکنید. تو قسمت آدرسش هم میزنید dvlottery2024 که میشه همین چیزی که الان هست، و بعد این اولین سایتی که میاد نوشته Electronic Diversity Visa Program، روی همین کلیک میکنید. این مربوط به آخرش نگاه کنید، دامین .gov داره و این سایت درست هست. بعد روش کلیک میکنید و وارد وبسایت میشین. اینجا اول توضیحات داده که در مورد تاریخ ها هستش که از 13 مهر یا همون 5 اکتبر شروع شده و 5 اکتبر 2022 و تا 8 نوامبر 2022 در جریان هست، و دیگه چیز دیگه خاصی نداره. یک سری اینستراکشن داره، توضیحات داده که چه مدارکی لازم هست که من توی یه لینک توی کانال گفتم. آدرس اون لینک رو تو دیسکریپشن ویدیو میذارم، حتما براتون برید نگاه بکنید. ویژگی عکس رو گفته که ویژگی عکس رو هم یه لینک هست من توی دیسکریپشن همین ویدیو میذارم. و در نهایت میرسیم به انتری فرم که اینجا این دکمه سبز رنگ وجود داره که میشه بگین انتری. روش که کلیک بکنید وارد صفحه میشه که از شما اول میخواد که در واقع تایید بکنید که شما انسان هستید و ربات نیستید. در واقع میخواد که کپچا رو وارد بکنید اینجا، و اینجا بالاش مثلا توضیح داده که شما 30 دقیقه زمان دارید که بتونید ثبت نام بکنید، و کلا این اعتبار قرعه کشی هم در تاریخ در انتهای آگوست 2025 کلا منقضی میشه. خب ما اینو وارد میکنیم. E, B, J, 9, 6 و سابمیت رو میزنیم. خب درست واردش کرده باشیم، میریم مرحله بعدی که اینجا اسم رو از شما میخواد. توی اسم وارد کردن باید اول به صورت حروف بزرگ باشه، اول نام خانوادگی هست، و بقیهش به صورت کوچیک باشه. و توی فرست نیم هم اولش باید به شکل بزرگ باشه و بقیهش باید به شکل کوچیک باشه. ما ایرانی ها خب همه فرست نیم رو داریم، ولی میدل نیم رو بعضیا دارن بعضیا ندارن. بر اساس پاسپورت اگر دارین، بر اساس پاسپورتتون باید وارد بکنید، وگرنه فقط شناسنامه دارین و بعدا میخواین پاسپورت بگیرید، میتونید بر یک اساس خاصی وارد بکنید و همون رو ارائه بدید برای گرفتن پاسپورت. اگر هم میدل نیم نده، مثلا محمد رضا رو بعضیا، مثلا رضاش رو به عنوان میدل نیم در نظر میگم، از محمد جدا مینویسن، و بعضی هم سر هم می نویسن. اونایی که سر هم می نویسن خب میدل نیم دیگه ندارن، ولی اونهایی که جدا می نویسن اون رضا میتونه میدل نیم باشه. خواستین اینجا وارد میکنید، نداشتینم تیکش رو میزنید که من میدل نیم ندارم. مرحله بعدی جنسیت هستش که آقایون میل رو انتخاب میکنن، خانم ها فیمیل رو. بعد تاریخ تولد هستش که شما ابتدا زحمت میکشین میرین توی یه وبسایتی و بر اساس تاریخ میلادی اون رو به دست میارید، تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی. بعد اینجا واردش میکنید. حالا ما مثلا میزنیم 01، روزش رو هم مثلا میزنیم، ماه مثلا ژانویه، بعدم مثلا روز اولش بوده. سن هم گفتم مدرسه سنی هستش که شما باید بالاتر از 18 سال باشید، و میزنیم مثلا 1980 مثلا. محل چهارم شهر رو که شما میخواین، شهری که توش به دنیا اومدین رو از شما میپرسه که اینجا واردش میکنید. مثلا میزنید مثلا تهران، خب شهرتون رو مثلا میزنید تهران. و مرحله بعدی میرید کشوری که شما متولد شدید، که این کشوری رو از اینجا باز میکنید و کشور رو اسکرول داون میکنید، میایین پایین یعنی، و میرسید به حرف آی و کشور ایران رو انتخاب میکنید. مثلا اینم کشور ایران.
و بعد یه سری کشورها هستن که داره این لاتاری 2024 الیجیبل نیستن، یعنی واجد شرایط نیستن، ولی کشور ایران واجد شرایط هست. شما میتونید اینجا رو این لینک کلیک بکنید و ببینید کدوم کشورها الیجیبل هستن و کدوم کشورها الیجیبل نیستن. ولی ایران الان الیجیبل هست و شما گزینه یس رو میزنید. بعد این منطقه اینجا نوشته که اگر کشور شما الیجیبل نیست، شما باید کشوری رو انتخاب بکنید که الیجیبل هست. حالا ما مربوط به ایرانی ها نمیشه. بعدش میان عکس رو وارد میکنید. ویژگی عکس رو گفته، فوتو اگزمپل هم اینجا گذاشته که میتونید روش کلیک بکنید و وارد در واقع یک نمونه عکس رو براتون میاره. ولی کلا من قبلا یک ویدیو ساختم و لینکش رو میذارم بالای همین ویدیو در مورد اینکه عکس باید چه ویژگی داشته باشه. و اونجا میتونید ببینید که چجوری باید و با چه ویژگی عکستون باید انتخاب بکنید. فقط اینجا باید عکس رو چوز بکنید، یعنی انتخابش بکنید و حالا میتونید بگیرید عکس رو. پس زمینه باید حالا سفید باشه، روشن باشه، عینک نداشته باشه و یه سری ویژگی ها که توی اون ویدیو هست. یا میتونید که عکس رو اینجا سلکتش بکنید و مثلا من میزنم یه عکس رو سلکت میکنم، میام توی فرزند ما گذاشتیمش توی فکر میکنم توی ایمیج ها گذاشتم مثلا عکس رو انتخاب میکنید و عکس میاد پایین و آپلود میشه و بعدش میرید مرحله بعدی. میلینگ ادرس هست که اینجا آپشنال گزینه اولش، یعنی اینکه مثلا نامه اگه فرستن به دست کی برسه. مثلا میتونید اسم خودتون رو بنویسید. من دوباره همون مشخصات اینجوری مینویسم، مثلا به اسم همون فردی که اونجا ثبت نامش کردید و بعد آدرس رو می‌نویسین. آدرس نوشتن هم برعکس هستش، یعنی مثلا الان می‌نویسین مثلا شماره پلاک مثلا 32، بعدش آدرس کوچه رو می‌نویسید مثلا علوی مثلا علی، بعد اسم خیابون رو می‌نویسید مثلا آزادی استریت و بعدش شهر رو دیگه مثلا آزادی تو خیابون آزادی بود مثلا و بعد شهرش رو می‌نویسید مثلا تهران بود، شهر تهران. خب استان رو تهران انتخاب کردیم. پستال کد و زیپ کد هم وارد می‌کنیم، مثلا اینم زیپ کد رو هم وارد می‌کنیم. اگه زیپ کد ندارید دکمه اینجا رو یا پست کد پستی ندارید دکمه‌شو می‌زنید، فرق نمی‌کنه. کشور رو انتخاب میکنید که دوباره آدرس خب مربوط به ایران هست یا هر کشور دیگه که هستید و واجد شرایط هست میتونید برای لاتاری اقدام بکنید. بعد کشوری که الان دارین توش زندگی میکنید رو انتخاب میکنید. حالا خیلی از ایرانی ها خارج از کشور هستن و میخوان اقدام بکنن، یا مثلا الان توی آمریکا هستن و با ویزاهای تحصیلی و دانشجویی و میخوان اقدام بکنن. اینجا اون کشوری که در حال حاضر زندگی میکنید، شماره تلفنتون آپشنال هست، شماره تلفن آپشنال هست که اون رو میذارید و آدرس ایمیلتون هم در واقع باید وارد بکنید حتما. مثلا آدرس ایمیل کانال رو میزنیم. و دوباره آدرس ایمیل رو باید وارد بکنید که کانفیرم بشه. و در مرحله بعدی میپرسن که مدرک شما چی هستش، که حالا کلاس رفت مدرسه رفتیم فقط، یا دبیرستان تموم کردیم مدرک ندارید، یا دیپلم دارید، یا بعضی از کورس دانشگاهی رو گذروندید، یا مدرک دانشگاهی مثلا لیسانس فوق لیسانس و دکترا رو دارید. همین یکی یکی مدارکش رو اینجا گذاشته، هر کدوم که مرتبط با شما هست رو انتخاب میکنید. مثلا میزنیم این یکی. و بعد اینجا بعد از تأهل شما میپرسه تو مرحله 13 که مثلا ازدواج کردید یا مثلا ازدواج نکردید گزینه اول، یا اینکه ازدواج کردید اما و همسر شما در واقع سیتیزن آمریکا یا کسی نیست که گرین کارت داشته باشه، یا مثلا ازدواج کردید ولی همسرتون سیتیزن هست یا گرین کارت داره، یا طلاق گرفتید یا همسرتون فوت کرده و یا جدا شدید از هم. و اینجا مشخصاتشون رو میتونید هر کدوم که مرتبط با شما هست و وارد کنید. اگر که
ازدواج کردین هم خب گزینه مثلا ازدواج کردیم رو میزنید و مثلا همسرتون هم سیتیزن نیست، و تو مرحله بعدی باید تعداد بچه ها و فرزندان رو مشخص بکنید که مثلا میزنیم یه دونه فرزندم هست، بعد میرین به انتها و میزنید کانتینیو. زمانی که کانتینیو میزنید میره مرحله بعد و میگه مشخصات همسر رو باید وارد بکنید، که مشخصات همسر رو میزنید مثلا مشخصات همسر به این شکل، نام خانوادگی مثل خودتون، نام اولش یعنی نام کوچیکش و میدل نیم اگه داره میزنید، اگه ندارین که میزنید نو میدل نیم، تاریخ تولدش رو میزنید مثلا همسن هستن، و بعد جنسیت رو میزنید که مثلا خانم، کشور محل تولد رو براش انتخاب، شهر محل تولد رو، شهر محل تولد رو انتخاب میکنید، بعد کشور محل تولد رو از اون لیست دوباره انتخاب میکنید که دوباره مثلا میشه ایران، دوباره میشه ایران، بعد براش باید عکس بذارید. من دارم فقط برای تمرین میذارم، همون عکس رو میذاریم. بعد مشخصات بچه ها رو باید وارد بکنید، حرف اول همیشه بزرگ، حرف بقیه حرف ها کوچیک، و بعد مثلا میدل نیم هم نداره، تاریخ تولدش رو باید وارد بکنید، دیگه شناسنامه لازم نیست، مثلا 01/01/2000 مثلا متولد شده، حتی 2000 که الان میشه بیشتر از چیز، مثلا میزنیم 2000 و مثلا 5 که 17 سال باشه، مثلا میل هست، بعد کشوری که متولد، شهری که بچه متولد شده، همون مشخصات مثل شما هست، مثلا تهران، بعد کشور محل تولد رو میزنید دوباره مثلا همون ایران، و بعد عکسش رو میذارید. من چون عکس ثبت نام واقعی نیست، من عکس همون عکس رو میذارم، و بعد میزنید کانتینیو. خب از این مرحله دیگه، مرحله آخر تایید مشخصات شما هست که اون مشخصاتی که شما وارد کردین یک بار دیگه دبل چک میکنید دوباره، و کامل مشخصات همراهتونم، مشخصات همسر و اون بچه رو کامل وارد میکنید و میزنید گزینه سابمیت. حالا سابمیت که بزنید به شما یک کد میده، و در واقع اون کد پیگیری هستش که برای شما اون کد رو در واقع تراکینگ نامبر هست، اون تراکینگ نامبر رو بعدا میتونید بیاین توی وبسایت چک بکنید و ببینید وضعیت در واقع قبول شما به چه شکل هستش. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو من همراه بودید. اگه این ویدیو براتون مفید بود و به دانش شما نکته‌ای را اضافه کرد، ممنون میشم که اون رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. و اگر تا حالا تو کانال من سابسکرایب نکردید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای جدید من جا نمونید. خیلی ممنونم.